اعتراضات و اعتصابات کارگران در خرمشهر، اصفهان و عسلویه، اعتراضات مردمی در ارومیه، لامرد و مهرشهر کرج، اعتراض دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه، ممنوع الملاقات کردن زندانیان سیاسی غلامرضا خسروی، وحید اصغر و بهنام ابراهیم زاده، ممانعت دشخیمان از درمان زندانی سیاسی احمد دانشپور از بستگان مجاهدان اشرفی. دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه در اعتراض به وضعیت نابسامان دانشگاه روز دوشنبه 15 اردیبهشت تجمع کرده و سینی‌های خود را به ردیف روی زمین چیدند و به این صورت اعتراض خود را نشان دادند. طی 10 روز گذشته این دومین تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه است. کارگران شرکت صابونسازی خرمشهر روز سه‌شنبه 16 اردیبهشت در مقابل این شرکت تجمع و به اخراج خود و پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده اعتراض کردند. آنها سپس در مقابل اداره بیمه رژیم جمع شده و به اینکه بیش از 15 ماه است که هیچ اعتباری به دفتر آنها واریز نشده اعتراض کردند. کارگران شرکت ایثارگران حدید از شرکت‌های اقماری ذوب‌آهن اصفهان روز چهارشنبه 10 اردیبهشت و همچنین کارگران و پیمانکاران شرکت بالارنست در عسلویه روز دوشنبه 15 اردیبهشت تجمع و به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده دست از کار کشیده و اعتراض کردند. ساکنان منطقه مهرشهر کرج روز دوشنبه 15 اردیبهشت بار دیگر در اعتراض به قطع مخفیانه 1700 اصله درخت و برای نجات باغ سیب مهرشهر تجمع کردند. شماری از مردم شهرستان لامر در استان فارس روز شنبه 13 اردیبهشت در اعتراض به قطعی آب آشامیدنی در بسیاری از ساعات روز در مقابل فرمانداری رژیم در این شهر تجمع کردند. جمعی از روستاییان و شهروندان ارومیه روز یکشنبه 14 اردیبهشت در اعتراض به وضعیت خراب و نابسامان جاده‌های این منطقه در مقابل شهرداری رژیم در این شهر تجمع کردند. بنا به گزارش‌های دریافتی روز شنبه 15 اردیبهشت هنگامی که خانواده‌های زندانیان سیاسی غلامرضا خسروی و وحید اصغری برای ملاقات با عزیزان در بند خود به اوین مراجعه کرده بودند، دشخیمان به آنها گفتند فرزندان شما ممنوع الملاقات هستند. دشخیمان رژیم آخوندی روز دوشنبه 15 اردیبهشت از ملاقات زندانی سیاسی بهنام ابراهیم زاده با خانواده‌اش ممانعت به عمل آوردند. این زندانی سیاسی مدافع حقوق کارگران و کودکان همکنون در سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین تحت بازجویی و شکنجه قرار دارد. وی جز آخرین سری از زندانیان محبوس در سلول‌های انفرادی 240 اوین بود که بعد از یورش جنایتکارانه به بند 350 اوین مجدداً به همین بند برگشت داده شده است. هنوز آثار جراحت و زخم در سر و صورت این زندانی سیاسی وجود دارد.